عزیزم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. الهی با امید تو عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که با یک شباهنگی دیگه در خدمتتون هستیم. امیدوارم بهتون خوش بگذره، در کنار خانواده بخندید، لذت ببرید، خستگی از تنتون بیرون بره، در کنار این مهمونای خفن، دوستان همکارم که خیلی زحمت میکشن در خدمتتون هستیم. همین اول برنامه بدون حرف اضافه، چون قراره کلی با مهمون عزیزمون معاشرت کنیم، بازی کنیم، کیف کنیم و با حضار عزیز، میریم سراغ مسابقه خانوم ها. برو بریم پر انرژی یه بار دیگه دست. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم میبینمتون. خودتون رو من خیلی خوبم. خدا رو شکر. خودتون رو معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سغرا پولادوان از استان لرستان از ما. بفرمایید. به نام خدا فاطمی عسکری از سهرام. به نام خدا فاطمی حداد کارگر از شهرستان شیروان شمالی خراسان. خراسان بله. من افتخار داشتم شیروان خیلی سال پیش شیروان اومدم. زنده باشه. خیلی مخلصم. مرسی. به نام خدا مهنوش هاتف از استان تهران. تهران. بله. خیلی خوش آمدید. خدمت رو عرض کنم، دور هم جمع میشید با خانواده، با بچه ها، هفته یه بار مثلا پنجشنبه ها بیشتر بازی میکنید، میگید، میخندید، معاشرت میکنید، یا متاسفانه مثل بعضی ها که کمن، ایشالا کم باشن، همش تو گوشی هن بچه ها. نه، ما بیشتر تو شعر خواندنیم تا گوشی. شعر میخونید؟ به به بس... بچه ها سرشون هی تو گوشی نیست. نه شعر میخونن، گپ بخونن. سرگرمشون میکنم، جوک براشون تعریف میکنم. شما؟ بله. باری کلا. یعنی شما خانواده رو سرگرم میکنم. باری کلا. میشه؟ میشه یه جوک برامون بگی؟ بگم. بله. میتونی جواب بدی؟ سواله؟ ها دیگه. آها بفهم. بله. بله. او چیه؟ دو دستاره شکم پاره. دو دستاره شکم پاره؟ نمیدونم. خب بگو دیگه. نه نمیدونم. باید بگی تو همه رو میخندونی، منم میخوام تو رو بخندونم. خب بگو. پوستینه دیگه. دو دستاره شکم پاره؟ خب نمیدونم. پوستین. پوستین زمان قدیم. پوستین. پوستین. این جوابش پوستین بود؟ بله. شکم پاره دو دست. حالا یکی دیگه هم میخوای بگم؟ ها یکی دیگه بگم. میشه؟ میشه یه لطیفه بگید که ما بفهمیم. این آسون تره. به ما نزدیکتر باشه. پنج تا بی بی. پنج تا بی بی. پنج تا بی بی. پنج تا قیقی. بگو جوابش چیه؟ خانواده رو اینجوری میخندونی؟ بله دیگه. میگریونه. میخندن؟ بله. پنج تا بی بی. پنج تا قیقی. قیقی؟ ها. اصلا قیقی چی هست؟ خب بگو دیگه جوابشو، بگو تو بگو. پنج تا بی بی. اجازه بده. پنج تا بی بی. میخوام اینو جواب بدم. بگو. اون که پوستین بود. خب. پنج تا بی بی یعنی بی بی دیگه، بی بی. پنج تا بی بی. پنج تا قیقی. سیبیلی. نه. نه. سیبیلی. قیقی. قیقی چیه؟ شاد مرد. قیقی چیه؟ شاد مرد. پنج تا بی بی. پنج تا مرد. پنج تا مرد. پنج تا زن. میخواستم بگم. اینه؟ بله. این جوابش بود؟ بله. همین. جوکای شما بیشتر آدم رو تو فکر فرو میبره. اصلا ما فرصت نمی کنیم بخندیم. نه بابا اینا یه دونه جدیدتر نمیتونی بگی؟ خب بگم، اینا میگم چهار بر زمین دو بر هوا. ولش کن. حالا بگو دیگه. بازی کنیم. اصلا ولش کن. بیا بگم بابا. ولش کن. نه بابا. نمیخوام بخندم. ولم کن. باید جوابشو بگم. بعدا جوابشو به من بگم. نه الان بگم بذار حتما بفهمم. چی پنج تا پاهاش بالا چی؟ چهار بر زمین دو بر هوا. نه اجازه بدید. چی؟ چهار بر زمین دو بر هوا. چهار بر زمین دو بر هوا. دو بر هوا. خب. چیه؟ بوزه دیگه. بوزه. بوزه. چهار تا پا داره. اینا رو میگه. اینا رو میگه. بله. آها شاخشو میگی؟ بله. چهار تا زمین پا داره. چهار تا پا داره، دو تا گوش. بوزه ماده یا نر؟ فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. اینقدر تا حالا من استرس نداشتم. جلوی شما خیلی استرس دارم. اون چیه که؟ خب یه بازی با هم میکنیم، خیلی ساده است. من هر سوالی ازتون میپرسم، شما که اهل بازی، اهل جو گفتنی، باهوشید، هر سوالی میپرسم
شما در جواب من این چیزایی که میگم رو نباید اصلا بگید، وگرنه میسوزید. هر چی میتوانید بگید جز این چیزایی که من نباید بگید. من نگیم. بله من نگید. جواب نده. من اگه فرسیدم مثلا کی اینجا واستاده نگید من. من نگید. بله نگید، آره نگید، نه نگید، خیرم نگید. یعنی نه و آره و خیر و بله نداری، منم نداره. فقط لبخونی داریم. بله؟ لبخونی داریم. لبخونی نداره نه. من هر جواب منو بدید. ولی منو بله و آره و نه نگید. مثلا اسم شما چی الان؟ اسم شما چی بود؟ آخ نمیگه. نه اسمتونو که باید بگید. بگو اسمتو. فاطمه. فاطمه خانم. شما فاطمه خانم هستی؟ بله. نه دیگه بله رو نباید. آفا همین مشکل همینجاست. بله رو نگید. شما فاطمه خانم هستی؟ اینجوری کردن. نه هم نگید. یه چیزی بگید. نمیدونه فاطمه هست یا نه. ای خدا. باش. آماده این؟ بله. خدای بامیه تو. کی الان داره جواب منو میده؟ تا کی واسیم شما جواب؟ یه چیزی بگید. فقط منو بله و نه نگید. کی داره الان جواب منو میده؟ بگم. چی بگم؟ جواب نده. ایرانی هستی؟ چرا همه هنگ میکنیم؟ از مده. از شما میپرسم. از شما میپرسم. زمان برگرده به عقب با شوهر ازدواج میکنی؟ برعکس شوهرم فوت کرده. برعکس شوهر ندارم. برعکس شوهر نداری؟ چی شده شوهر؟ فوت کرد. خدا رحمت کنه. چند سال فوت کردن؟ 4 سال. 4 سال. خدا رحمتشون کنه. روحشون شاد. زنده باشه. تنها اومدی شباهنگی؟ با دخترم و پسرم و عروسم. این یعنی سوال جواب درست شد. شما صابخونه ای؟ من صابخونه هستم. نه. من گفتم. فدای سر. نه چون جمله کامل گفتم اون منش هست. ایرانی هستین؟ بله. تنها اومدی شب آهنگی؟ چی کار داری؟ آفرین. آماده بودی ها؟ نه ایشون آماده کرده بود. من هر چی میگفتم میگفت چی کار داری؟ تو خونتون کی بیشتر آشپزی میکنه؟ خودم. خودم. مامان بچه هات کیه؟ چی بگم؟ چی بگم؟ برعکس آره چیه؟ بله. بله نه. آره شریف. تو رژیمین؟ یه رازه. آفرین. اسم بچه تونه کی گذاشت؟ تو چی کار داری ها؟ داییم. داییم. اسم بچه تونو کی گذاشت؟ من 10 تا بچه دارم. حالا نمیدونم کدوم یکیشو بگم. کدوم یکیشو بگم خب؟ ها؟ کدوم یکیشو بگم؟ آها، 10 تا بچه داری ماشاءالله. بله. 4 سال پیش فوت شدن؟ نه. همسرتونو میگن. 4 سال پیش فوت شده ولی خب بچه‌هام همه هستن. بله خدا حفظش. کدوم یکیشونو بگم؟ هر کدوم بخوام. همه پسرن؟ دخترم پسرن. چند تا پسر چند تا دختر؟ 3 تا پسر 7 تا دختر. ماشاءالله. کجا اینجا هستن؟ ایشونشون اینجاست. تو دل سیمای اونا هم همین که پسرش همین یه دونه پسر به خود الان آوردی. بله. عزیزم خیلی خوش اومدی. دوستت دارم. بفهمین خیلی پا میشی بشین دیگه. بعد دخترم اونجا نشسته. منم سلام. اونم عروسم بالا نشسته. ماشاءالله زیادن پراکنده نشسته. کسی شک نکنه. خدا براتون نیما شالا 10 تا بچه. زنده باشی. چقدر کیف میده. دور هم جمع میشه. انقدر خوبه. والا الان یک دونه میارن دیگه نمیارن. میگن همین یکی رو نمیتونی برا ببریم. بابا سفره مینداختیم دامن قدیم از اینجا تا اونجا تا اون سر میشست. خب قد الان سخت شده. نه هیچ هم سخت نیست. والا. یعنی الان میشد باز شما بچه میومد؟ بله. بله. پس به این چیزا نیست، اینا بهانه است. بله بله. آشخانو منظورش اینه که گرونی و نمیدونم چیزا با... همش بهانه است. بهانه است. یک بچه و 10 تا بچه خرجش یکیه. یک بله. جدی؟ بله. مثلا برای همه لباس، برای همه مدرسه. آبا این لباسی اینه تنمون میکنی لباسی رو تنمون میکنی دیگه. خراب نیست که برای هر یکی بریم یکی بخریم. آه یه دونه میخری برای همه. بله.
نه از بچه بزرگ میگیری تا کوچیکایی تنش میکنی. لباس سالم میمونه؟ مثلا مال بچه بزرگ نگه میداری به دوم، مال سوم نگه میداری به چهارم. بعد مال اول رو میگیری به این چی میکنی؟ این تکلیف این چی میشه الان؟ چی؟ نه الان این بچه بزرگی است. خب. مال اینو در آوردم دادم به اون. خب. الان این لخته، اینو چیکار کنم؟ نه دیگه، چرا لخت باشه؟ از چی بگیرم بدم بگیرم؟ اون لباسی که الان براش کوچیک شده، خب نگه میداری برای کوچیکه. لباس بزرگتر برای اون میخری دیگه. پس میخری؟ بله. به افتخارشون دست بزن. میتونید. بازی نکردیم. من چیزی نفهمیدم. ولی حضور شما باعث شد کلی کیف کردیم. زنده باشی. چند سالتونه؟ اشکال نداره بپرسم. من 60 سالمه. ولی دوست ندارم بهم بگی مادرها. من غلط کردم. من اصلا مادر گفتم. خواهر بگم خوبه؟ خواهر بگو. دخترم بگم چطوره؟ دخترم خیلی ممنونم اومدی. گوگلی مگولی. قربونتون برم. مادر نمیگم. آفرین. مادر بچه‌تون باید به شما بگه مامان. ما که ما تقریبا هم سنیم. خیلی ممنون. موسی پسرم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. شما عالی بازی کردید. خیلی چیکار داریتون عالی بود. خیلی ممنون. خیلی مخلصم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. خیلی کوچیکم. پلتفرم فیلمتو تماشا کنید. به بچه‌ها بگید این کدی که این توی هاج خانم یه کد وارد می‌کنن رایگان چند ما تماشا کنید. همین برنامه خودمون رو پیجت دارم. برات شعر فرستادم تو پیجت. ببخش استوری اینو میذاری؟ بله. هفت وقت نیست وگرنه میشستی معاشرت میکنه. خیلی مخصم این خدمت شما ناقابله. براتون بهترین ها را رزو میکنم. متشکرم. خیلی مخصم. چرا کم اومد؟ نه درسته. داشتم شرمنده میشدم. دست شما درد نکنم. خیلی چکرم. قربونتون برم. خیلی مخصم. به افتخار شدن. مهمان عزیز این شباهنگی رو خدمتتون معرفی کنم. حامی مالی رو دیگه باش آشنا هستید، تو تمام این قسمت‌ها آشنا شدید با پلتفرم اوکالا برای خریدهای سوپرمارکتی. دیگه لازم نیست تشریف ببرید بیرون یا هر دفعه از یه جا خرید کنید، از سوپرمارکت‌های اطراف محل سکونت خرید کنید تا نهایتاً 30 دقیقه محصولات به دستتون میرسه و مهمتر از اون اینه که هزینه ارسال ازتون نمیگیرن، کاملا رایگانه، تخفیفات ویژه داره و باعث میشه که شما نه هزینه اضافه پرداخت کنید نه زمانی رو اختصاص بدید برای خرید سوپرمارکتی. اوکالا رو فراموش نکنید. خب دوستان عزیزم، در این قسمت شباهنگی میخوام یک عزیزی رو دعوت کنم که سالهاست در کار اجرا خیلی تبحر داره، صدا پیش است و خیلی پر انرژیه، کارهای عجیب غریب خفنی میکنه که جاش تو شباهنگی خالی بود از دوستان عزیزم، دوستان قدیمی که قراره با هم بتر کنیم در کنار هم. معاشرت با این دوست عزیز قول بهتون میدم خوش میگذره. ایشون استاد خروجهای نامنظم از غابه. این شما، اینم بهمن هاشمی. بهمن ما مزه فرو میازه اون چند تا برون
شادی و شور داره، چراغ و نور داره، شادی و شور داره، چراغ و نور داره. بهمن اومده، بهمن اومده، بهمن اومده، بهمن اومده، بهمن اومده، بهمن اومده، بهمن اومده. بفرمایید، بفرمایید. بهمن جان خیلی خوش اومدی، قربونت برم. ماشاءالله به انرژیت. وای. تماشاگرا رو دیدی؟ حضار رو دیدی؟ وای. دیدی کجا اومدی یا نه؟ به نام نامی الله، به نام او که نامش و یادش بیشک در هر شرایطی آرام بخش قلب هست. به به. میخوام بگم هر کی سلام میکنه اعلام سلامتی میکنه و هر کی جواب میده اونم اعلام سلامتی میکنه. پس من اعلام سلامتی میکنم و دوستان جوابم رو همه آدم های سلامت با دست و سوت و جیغ جواب بدن. سلام! خیلی خوش آمدید. بهمن جان ممنونم که دعوت ما رو قبول. یه نفسی تازه کن، بذار برات یک کوچولو آب بریزم. خیلی با انرژی اومدی همین اول، بدنت هم گرم نبود. خوب فکر کردی. آره واقعا. ولی دمت گرم. مست. گفتم یکی داره میاد که نامنظم کاره ولی کارات منظم بود. مست. ممنونم. برام خونه نوعی آوردی آقای هاشمی؟ بابا راضی به زحمت نبودی؟ میگم خانم همیشه به من میگه هر جا میری دست پر بری. گاهی اوقاتم که یادمون میره تو پله ها گلدون رو برم داریم میبریم، چون پله ها خونه خودتون یا خودشون؟ خونه های خودشون. بعد اونا نمیدونن که این گلدونه تو راه پلهشون آوردیم، که با باورشون هم میشه گلدونه میگیرن با دستت در نکنه فنا اینا، موقع خداحافظی میدن یه گلدون کم. این هم یه راهیه یادتون باشه، یه روبان بزنن فکر کنم جذابتر هم میشه. خب من این الان دم پله که نیست واقعا، این داستان لای پله نیست. ما چون از بچگی اجازه ورق داشتیم، یعنی بازی با ورق نداشتیم. این کارت شده واسه ما یه موزر که اینم گفتیم بازیم کارت برات بیاریم. دمت گرم. من خیلی بازی میکردم، ماشینش و فوتبالش و ماشیناش هم یادته؟ من اصلا تو چون من ماشین خوشم میومد کارتای ماشین بازی میکردم. عزیزم اتفاقا پشت صحنه صحبت همین بود، چون ما از بچگی بالاخره توی موقعیت خانوادگی بودیم که حق دست دادن به ورق نداشتیم. میشده بود واسه ما مثلا عقده. واسه همین آوردنت. این قدیمیه، میدونی چرا؟ نوشته هول تیم ملی هلند حضور در جام جهانی دو دوره، نه چهار، دو دوره. پس این خیلی قدیمیه. هلند خب تعداد بیشتری در جام جهانی بوده، ولی این تو زده دو دوره. یعنی این کارت برمیگرده به رن واندر کرکوف. بله رن واندر، رن واندر کرکوف یعنی بازیکن، اون بازیکن تیم هلند بود. بله. رن واندر کرکوف. یوان کرایوف رو میگی؟ یوان کرایوف هم. بله یوان کرایوف. خوشحالم اومدم خونت. فدات بشم. ما خیلی وقت منتظر زندگیم اینقدر آدم مهربون یه جا ندیده بودم. خوشحالم در خدمت شما هستم. ما هم خوشحالیم. من برم چای بیارم برات آقا محمد. جفی داری بگو من برات چای بیارم. همین که نگی اومدم پیش حامد، از سعادت نصیبم میشه که رو استیج یا موقعیت این شکلی به قول خودمون رو در رو فیس تو فیس شما رو میبینم لذت میبرم و امیدم اینه که همه جوانا و نوجوانای نازنین، خانواده های خوب و مهربان به اون چه که در دلشون هست و در آرزوهاشون هست برسن. خیلی هم عالی. اوضاع خرابه. بشان که یعنی خودمون رو کشتیم، چای و کیکمون همین بود. تای قوری بود. شما که برای پذیرایی پیش ما نیومدی. چی گفتی جی جی؟ تای قوری بود. نه چای بفهم واقعا؟ آره چای واقعا جان من ماله بیشتر شبیه یه چیز دیگه است. چیه خدای چی؟ چای اصله، اصل مسخره. سرد شده. نه واقعا چیه جدی چایه؟ بله ولی چایه مال دیشب مونده دیگه. آیا هاشمی؟ هاشمی کیه؟ هاشمی کیه؟ باز میخوای گل غالیت کنم؟ چند تا سوال ازت، سوالای بی خود و بی جهته ازت میپرسم، فقط بگو بله نه. چشم چشمت بی بلا.
تا حالا مربوط به مجری هاست مربوط به کار شماست که توش بسیار عالی هستی و متفاوت. خجالتم نمیاد. تا حالا شده مهمونت یه حرف جدی بزنی بزنه تو برنامه‌ت ولی تو نتونی جلوی خنده‌تو بگیری؟ من توضیح بدم، من ارشاد کمتر مجری بودم که برنامه‌های گفتگو محور داشته باشم. بله بله. خیلی به ندرت مسابقه پیش اجرا کردی؟ مسابقه بوده. برنامه داشتی ولی مهمان نبوده اصلا. به ندرت پیش اومده، مثلا 3-4 تا برنامه اینجوری جشن رمضان بوده یا مثلا یلدا بوده. من برنامه‌ام هیچ وقت بیش از 15 دقیقه نبوده در طول این 30 سال. بله. جز برنامه میدون که حالا جدیداً 1 ساعت طول کشید. ولی اگر نگاه کنیم من تو طول برنامه‌هام 6-7 دقیقه رو آنتن بودم. یعنی کلاً همین میدونم که 1 ساعته من 7 دقیقه روش تو. ولی گلو می‌زنی ماشاءالله. محبت شماست. میای کم هستی ولی هم پاس گل میدی هم گل میزنی هم انرژی میذاری. محبت داری. این سوال شما رو میگم که تا حالا یه اتفاق اینجوری نیفتاده. اگه بخوای بگم افتاده؟ نه خب نیفتاده. نیفتاده نه. تا حالا شده تلاش کنی یه چیز بامزه رو صحنه بگی بیمزه از آب در بیاد لوس بشه و فکر کنی خنده میگیره خنده نگیره؟ عزیزم معمولا من آدمی نیستم که بشینم فکر کنم بعد چیکار کنم. فکرم نمیکردم الان میخواد چه اتفاقی بیفته. واقعا اینو نمیدونستم. اومدن بهمن و مادر رو پخش کردن. این درایت کارگردان تهیه کننده مدیریت و جناب علی و دوستان حاشیه است که این اتفاق ایجاد شد. گفتی بامزه بیای داخل دیگه. ولی عالی. یعنی خیلی اوب خوب. هیچ چیزی برنامه‌ریزی قبلی ندارم. همین بداهه گفتی؟ خودش اومده دیگه. آره. تا حالا شده یه حیوان بیاد رو صحنت یا گربه ای؟ آره میاد راحت میشه گاهی اوقات پیش اومده. پیش اومده. آره آره. تا حالا شده رو صحنه بخوری زمین؟ خودم زدم زمین ولی خودم ملم زدم. خودت میپری ملم خودم رو صحنه رو ایجاد کردم. آره آره رو میزم رفتم. تا حالا اتفاق بدی نیفتاده؟ خدا رو خدا رضا مطلبش. تا حالا شده بیرون از برنامه آدما بهت بگن اون کاری که رو صحنه کردی برامون اجرا کن؟ مثلا بیرون مردم یا آدما بگن اون طبیعیه اونو بگو؟ طبیعیه چون شما صدا پیش هم هستی. آره خیلی پیش میاد که مثلا میگن یعنی هشدار کبرا رو بگو یا مثلا یه فیلم بگیریم صحبت کن. آره پیش میاد خیلی زیاد. حالا من اتفاقا اولین نفری هستم که نمیخوام بهت بگم هشدار رو بگو. آره چقدر میگن آقا تا بهمن هاشمی رو میبینن دیگه شورشو در آوردن. هی آقای هاشمی آقای هاشمی این هشدار برای کبرا 11 رو بگو. بس دیگه حالا یه بار بگو. یو یادم افتاد گفتی و اینم حالتی بدی نیست. دیدی این آدم ها ذوق دارن. محدوده ی عملیات آنها جاده ها و بزرگ راه هاست. سرعتشان سرسام آور. دشمنانشان سابقین قاتلین و باجگیران که راه را بر بیگناهان میبندند. مردان کبرا 11 شبانه روز در خون فعالیتند. وظیفه آنها تأمین امنیت جاده هاست. اردیگن آتالای رنه اشتیج هشدار برای کبرا 11. قربونت برم. مرسی. دمت گرم که اینقدر پایه ای. آره ما پایه. تا حالا شده تو خیابون کار کنی مردم بهت بگن آقا از شما بعیده؟ آره اینو خیلی میگن نه؟ ولی از نظرت بعید نیست که خودت مشکل نداری با این کار؟ ابدا. من با مردم زندگی من خودم هم. من اصلا تنها کسی شاید باشم که فکر نمی کنم مثلا مجری ام یا جلو دوربینم. اما آدم عادی ام. شغلم اجراست. پیش اومده همون چایی رو خوردی حالت بد شد؟ من نه نخوردم. آه دیدم حالت بد شد واسه مهمانه. خب بیا قربونت برم همینجوری که داریم حرف میزنیم یه گلدوزی هم بکنیم. بله نه همینجوری با من صحبت کن میخوام بیکار نباشی. باشه خوبه. گیلاسه. گیلاس؟ گیلاس هشدار برای گیلاس. گیلاس برات میدوزم. گیلاس برای آلبالو. تا حالا شده یه جا میخوای بری اداره‌ای بانکی جایی توقع داشته باشی بشناسن کارت را بندازن نشناسن تحویل نگیرن؟ نشناسه اون نشناسه من چی کار کنم؟ بعد اون موقع چی متوجه میشم خونهشون تلویزیون یا ندارن یا دارن ماهواره نگاه میکنن. ولی واقعا شده نشناسن؟ یه قشن میگیم نمیشناسی؟ منم محمد هاشمی میگه ببخشین درست راست میگه نه نمی کنم پشتم برای کابی آزه نمی کنی به جان باده من یه قشن میگیرم. بیا الان من مثلا متصدی بانکم اومدی عجله داری کارت را بندازم واقعا واکنش تو اینه بدوزم بیا بیا نه اون ندوز بزن اینه بدوزم تو واسه باگی نه اینه بریم الان شما آقا سلام عرض میکنم
شماره 4 به باجه 2. من شماره 3 ببخش میشه. خب 3 که قبلیه بیا. 3 هم بره. شماره 3 به باجه 2. چرا 3 نخودی رفت 4؟ شماره 3 لطفا به باجه 2 تو رو اول فاز. نه نگاه کن. سلام حسن آقا. آقا کارتون؟ کارم؟ بار میبری. نه با من چی کار داری؟ کارت ملی لطفا؟ ندارم. نشتاختم دیگه. کارت ملی؟ ندارم. ببخشید. واقعا میشه عکسش نشون بدم؟ نه خیر، کارت ملی تونو بنده بار رویت کنم. عکسش رو بردم. الان اینجا چی نوشته؟ نوشته خدمات این بانک بدون کارت ملی امکان بدن. شناسنامه؟ نه بردم. گواهی نامه؟ منم. بهمن هاشمی. شبکه دو، شبکه تو. اوه میتونی؟ بره بره. شبکه دو، شبکه تو رو چنیدم. آفری آفری دیدید. بچگیات. کبران هم شما میگی؟ کبران هم میگیم آره. بدوزم ششو بخش داشتم نه بدوز اینو داشتم دوزم مادرم داشتم برای فروش مادرم اول جو یادم داد همین کار بود. آقا چرا بابات گلدوزی کنی؟ خب واقعا بگو ما رو مشغول کردی چی به گلدوزی؟ حاضر بودی آقای هاشمی؟ من اینو از همه میپرسم، همه مهمونا. خیلی اعصابم نداری نه؟ نه دارم بگو. برگش سبز کنی، سبز کنی اول گوجه سبز نیست اگه من سپردی دیگه دیگه کاری بده تماشا کن. معذرت میخوام. تماشا کن. حاضر بودی با یکی عین خودت عروسی کنی؟ آره اگه باشه من میتونم کنم. اونا اونجا رو نگاه کن. مبارک مبارک عروسی. نه به لحاظ قیافه که نه، به لحاظ اخلاقی اصلا همه چیش یکه. به خودش چشم اگه به من رفته خودتی اگه به من رفته باشه خوبه. با یک عین من حاضر بودی ازدواج کنی؟ ابدا. عین هم میشه تو نگاه کن. این تویی؟ یا شب تو خوابم نیا بابا. وای ولی خب آقا فرفری بودی دوست داشتم. فرفری دوست داری؟ آره آره. قدرتی هست که دوست داری داشته باشی؟ از این بیشتر؟ نه قدرت ماورایی، مثل زور زیاد، مثل ذهنخونی، مثل پرواز، مثل غیب شدن. همین اندازه از سرم زیاده. نه الکی نگو. به قرآن. خدایا من فکر کنم صدای تو از این بر اومد. تو قاری مگه بخوره به دیوار برگرده؟ خوب بود. خب بهمن هاشمی رو بکارن چی در میاد؟ بهمن هاشمی چند تا؟ یه دو دیگه از خودم. نه مثلا یه درخت میوه بودی چه میوه این داری مثلا؟ من سیب. سیبه؟ گلاب. دوست داری؟ میوه محبوب بهمن هاشمی چیه؟ من میوه موزه. پس چرا گفتی سیب گلاب در میاد؟ خب از من اون در میاد ولی مورد علاقه. ازت موزه در میاد. بعدی شوخی میکنم فضای مجازی اینقدر با کارات توی برنامه اینا ناراحت نمیشی؟ کمکشون هم میکنم. یه ویدیو ببینیم بچه ها حالا که کمک میکنه. وای وقتی زنیت میگه چرا شبا دیر میای خونه؟ اینقدر ماشین اومده بود بیرون من از میدون مرگ تا اینجا بیخود و دو ساعته اومدم. دو ساعته ترافیک سنگینه آقا. وقتی مشتری کنم بچه ها دولت بازی من آفیس نزاهای رفیقم وقتی یه دختر بهش سلام میکنه. من تنها خدمتی سلام مجموعه تمامه و همه عوامل خوبه در
من اینو دیده بودم خیلی باحاله. چرا اینجوری میکنی خب؟ وقتی دخترها یه پسر جذاب تو دارن. سلام علیکم. سلام علیکم. آمکا. خوبی هاشمی؟ بله بله. من این صحبتات تمومشه. اسم شما چیه؟ خوشه. به افتخارش. چیزی در بقیه هست که بهش حسودی کنی صادقانه بگو. من چیزی در جهان حقیقتش چون برنامه‌مون هم در این حالی که میتونه طنز باشه جدی هم باشه بگم من حسودی رو معنی کردم به عدم پذیرش. بله. میگم اون کسی که نمیپذیره شما بهش میگی حسادت کرده. و چیزی در من هست چی فرمودین؟ بله؟ چی فرمودین؟ سوالتون چی بود؟ متوجه نشدی و چی کردی؟ نه نه نه. بخوام نه. گفتم چیزی وجود داره که شما بهش حسودی کنی. آره. مثلا مثال میزنم حسودی میشه به اون کسی که خیلی دست دلبازه. من بیشتر خودت هستی دست واقعا دلباز. خب مثلا من اگه عدد دست دلبازیم 2 میبینم که دست دلبازی دیگران مثلا 10 20 25 دلم میخواد بهش برسم. آها به اون حسودی میشه. حسودی نمیشه. به پولدار بودن کسی حسودی میشه. ابداً موفق بودنش ابداً لذت میبرم. کیف میکنم. خوشتیپ بودن بسیار زیبا مثلا خودت رو کیف میکنم. قربونه دارم جدی میگم. آره من منو آره قربونت دارم کیف میکنم. چی بازی؟ عشق باز. آماده داشتی جوابو؟ نه به خدا. چه سری گفت عشق بازم. عشق بازی ها. من عشق بازم. مثلا میگم بهمن هاشمی عشق باز. الان عشق میکنم اینجوری اینو میذارم با تو حرف میزنم. آفرین. عشق می عشق باری کرد. عشق عشق آفرین. بینندگان عزیز قربونتون برم همچنان در کنار بهمن جان هاشمی پر انرژی عزیزم هستیم. بهمن جان چون میخوایم بریم و برگردیم یه بازی باحال با هم کنیم از مهمونا خیلی آروم و یواش حالا هر جوری دوست داری بپرس. با حالا کجان؟ بپرس با حالا کجا؟ پشتم به شما. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم گل پشت رو نداره. چه نگفتی؟ چه نگفتی گل پشت رو نداره؟ اصلا شما ببخشید. یک دقیقه و نیم من زمان دارم که توپا رو بندازم. من هر جوری دوست دارم میندازم ولی سعی می‌کنم یه جوری بندازم که بهمن جان با اون سبده بگیره. در این یک دقیقه و نیم چه تایم سختیه گفتنش. و یک دقیقه و نیم هم بهمن جان میداده. هر کی توپ بیشتری رو تو سبد جمع کنه برنده است. بازنده تنبیه داره. یک دقیقه نیم من آماده. 3 اینجوری توپا رو بذارم اینجا. اینجوری خوشگل اینجوری من یه بار اینجوری میدم. آه نه نه معذرت میخوام. بریم فهمیدم میخواستم از مبرد نشه سوختی ها قلق گیری کنم. آقا نمیگرد از مبرد نشه تو اینجاست. چش. تو اینجاست. چی شده؟ از مبرد نشه این توه. بذار پس یه دونه بندازم برای من سخت شد. چرا نمیرسه؟ بریم فهمیدم نظر اون تو دیگه. نه این قلق گیری بود شروع نشد. آقا نوبت منم این چه گفت بازم بلترم Don't let it go.
سبد اون سبد رو باید میدید من تشریف بیارید اینجا شما اینا رو همه رو تو هوا گرفتی؟ دقیقا همون چون شما همه رو گرفتی رو هوا من همه رو هوا گرفتی من باید بازی رو سختش کنم یه ذره منم بازی رو راحت کردم خدایی چند تا رو زمین برده؟ همینه که انجام همه رو از زمین گرفتی؟ پس چی شده؟ کلن شما بتونی این کار رو انجام بده نقاط توی دیگه من میبینم هر دفعه برگشتم دیدم اینجوری این چه کاریه؟ من اگه تو پنج تا پنج تا میبینم خب من میخواستم باش مش نمیشوری؟ بشمارم؟ معلوم بشه کی برده دیگه همه رو رو زمین برداشت تو هم همین کارو کن من نمی کنم این کارو عزیزم شما اینو انجازه قرار شد این سبد رو پر کنم خیلی باش نصفش رو قبول میکنم نه منم با تو همه رو قبول میکنم بریم دو چهار شیش هفت نه ده تو شمردن هم بخوای تحلو کنی ده دوازده چهارده شونزه هجده بیست بیست و دو بیست و چهار بیست و شیش بیست و شیش شما بیست و شیش تا توپ رو گرفتی ماله. ما هم قبول میکنیم چقدر آقا این زمان رو باید مشخص کنیم یه دقیقه و نیم دیگه یک و دیگه کنیم باشه خب بگو اینا جمع کنن نمیگه من سبد رو بگیرم خطر داره اونم زد خب بچه ها بیا توپا رو بریسید بابا من نمیشه شوخی کرد خیلی خوب بود نه سب کن من زمان آقا زمان اون بالا هست من باید بگیرم بنداد دیگه من باید بگیرم زمان هست سب کن آقا جمع کن دیگه 26 تا ورده بیاد چرا این کار کردی؟ 26 تا ورده بیاد ما از زمین برداشتم تو هم از زمین برداشتی 5 تا 5 تا بیفتی خیلی من 10 تا 10 تا ریختم فرقش چی بود؟ من باختم و قبول من رو کرده دم خیلی خب تنبیه ببینیم چیه تنبیه تو ها تنبیه من بله شما از تو کمد برای من لباس باید انتخاب کنید من بفرمایید کمد لباس خوشگلا بخوره به رنگ قرمز دیگه حالا هر جور سلا این کمد یا اون این کمد راست اون واقعا بازی شد اصلا نه من به فیفا اعتراض میکنم مینویسم واقعا بابا من هاشمیم اشتباه گرفتی ما رو شهربازی هم همینه دیگه میری شهربازی خارج از اول صدای جیغ میشنوی تا آخر شهربازی ایران میری بعد هر یه رو جریمت اینه بابا بیا بابا بپوش جریمه شدی دیگه آقا آخه مردونه نی باشه خب فکر کن مجبور شدی تو بیابون گیر افتادی این گیره دومانه بزن تشویش سلام باشه را
سلام نمیرخسم به جون خوشگلا باید برخسم نمیره زیب نداره؟ نه یکی دیگه بیا به جون خوشگلا میره بیا نمیره جونتون میره آقا بیا پا بیا با من تیرن صورتی دل من آوردی کشتی تو من آقا منو نخوردی خب متشکرم خانم ها آقایان این عاقبت ما وقتی بهمن هاشمی رو دعوت میکنیم همین بحث ما میشه شبکه دو شبکه دو شبکه دو هاشمی جان یه دوبله با هم بریم بداهه بریم بداهه بریم یک سکانس از سریال زیبای بزنگاه با بازی دو بازیگر خوب کشورمون سرکار خانم مرجان گلچین و سوسن پرور به افتخارشون دست بزنیم شما خانم گلچین رو بگید بله چش من خانم پرور رو میگم بله فکر کنم سکانس هم شروع بشه با شما شروع میشه موضوع هم اینه تو این پسر چی دیدی که میخوای باهاش ازدواج کنی؟ بریم. شما مثلا نقش مادر من میگه این پسر چی داره که؟ چش. آماده این بریم سه. بذار منم صدای منم. چی؟ یعنی چی میگه؟ به اسم باغبون اومده تو حیات مسخره بازی داره ورده. من نمیفهمم چی داره این پسره که اینقدر خیلی خیلی دنبال توه من نفهمیدم این همه آدم این چه فوقی بود مامان به شوهر من یه حرف اضافه نزن یه سر تیم برو این مرتی که قرازه رو بچه ها باشی اینجا مامان قرازه نیست خیلی پسر مهربونی آره حرف هم من بله من علف به دهن بوزی شیری بیاد که من تو هم با اون بوز مسخره‌ای که هستی معلومه که بوزی چی؟ بله بوزی من بوزم؟ نه پس من بوزم نه ماما این چه حرفی تو میزنی؟ چه نمیزنی من با عشقم؟ چی داری میگی؟ آخه این مرتی که سرش بتاری؟ من میگم من اونو دوست دارم میخوام باز ازدواج کنم انقدر حرف وقتی من صحبت میکنم چی میگی اصلا معلوم هست؟ نمیخوام صحبت کنیم بابا جان من میگم اون یه کلاهی داره رو سرش اینو قهرمان پاور لیفتینگه من خوشم میاد از مرد هیکلی بشین بشین قرف اصلا پاور لیفتینگ بیا اینم خاموش کردم حالا چیه؟ حرف چیه؟ چی بود من نمیشناسم صدا سرش کلاه داره خیلی هم قویه من میخوام با اون ازدواج کنم اینکه ریغون که کجاش قویه چون تو ریگو میبینی به نظر من خیلی خوش هیکله دست ازم به اینجا دست ازم میبره گم شو نمیخوام ببینم شوهر بی شوهر خودم میام اینجا ظرفا رو میشورم رختا رو میشورم اصلا لازمی تو شوهر کنی اگه شوهر میخوای بکنی دختر پسر درست حسابی بزن نه بس اردک الاغ بوده گاو بوده شاخ داشته این کی بود چی داری میگی مامان من نمیفهمم کارات بازی میکرده کلا داشت نه فکر کنم قرصات نخوردی ها مامان من یه جوری هستی انگار قاطی کردی اعصاب نداری بابات قاطی نکرد تو رو گرفت ما رو گرفت این چی؟ بله زبدر؟ بله نفس شاخدر زبدر دیگه خدایا خدایا اصلا من دیگه عروسی نمی کنم چقدر دیالوگ داشتی؟ عجیب ترین کاری که برای پول در آوردن در زندگی کردید چی بوده؟ عجیب که نیست ولی هممون به نظرم میاد خیلی از دوستای دیگه هم زندگی مثل منو داشتن یا شاید هم شما هم اینطور به هر حال در دوران کودکی موقعی که سه ماه تعطیل میشده من آلاسکا فروختم خیاطی سرنخ دکمه زدم آشرشته فروختم تو مارم زون این کارهایی بوده که توی اون دوران برای اینکه بتونم سه ماه تعطیلی مال مثلا دوران 10 سالگیم تا 15 16 سالگیم یعنی از اونجا به بعد بیشتر دیگه کار هنری و صدا پیشگی و آره؟ نه من از 30 سالگی وارد عرصه تلویزیون و دوبله و کار گویندگی شدم ولی 15 تا 30 رو چیکار می‌کردی؟ ول می‌گشتم جوانی کار خاصی نمی‌کردی؟ جوانیه دیگه بالاخره کار نمی‌کردم ولی به هر حال دوران گذشته است لوس‌ترین چیزی که واسهش گریه کردی چی بوده که اگه بگی برای ما خنده‌دار باشه ولی شاید در اون لحظه تحت تاثیرت قرار داده خدایش من وقتی که موضوع به هر حال مشکلات مردم رو گاهی توی اتفاقات یا توی موضوعاتی برخورد میکنم واقعا گاهی خود تنهایی گریه میکنم نمیخوام الان اینو مثلا بخوام پوز بدم بهش یا نه نه واقعا مشکلات مردم منو تنها چیزیه که اشکمو در میاره نخندیدن مردم منو ناراحت میکنه میگه به هر حال هر کسی که میاد جلوی صحنه یا جلوی دوربین یا میاد روی استیجی دوست داره
همه شارپ با نشاط مسرور باشن و خدایی نکنه من ببینم تو جمع یه نفر اخماش تو همه روش زوم میکنم که اون حتما لبخندو بزنه. این تنها چیزیه که من ناراحت. خب همان جان عزیزم جان شما آنونسم میگی؟ بله حتما. تبلیغاتم میگی؟ بله. میشه ما برای ما چند تا تبلیغ بگی از روی این؟ از روی اون؟ از روی این. مثلا این من اسپانسرم میگم آقای هاشم اینو بی زحمت. واقعی درست؟ درست جدی بفهم با صدای خوشگل شبکه دو شبکه دو دیدی؟ میفتن نمیخوام بروشون بیارم؟ بریم؟ بذار من محکم بشینم کمربنده رو ببندیم. شبخانگی با حامد آخوندی با شبخانگی پانشاتش از فیلمنت. ولی این تو اون نبود، اون تو این نبود. اینه بخونم واقعا؟ ولی بخون، با مزه است. دمپوی مادر پسند یا مادر فوش؟ پسرتون شما رو اذیت میکنه؟ به حرفتون گوش نمیکنه؟ ما مشکل شما رو حل میکنیم. کفش های شباهنگی. کفش های نه، دمپوی های شباهنگی. دمپایی بود. کفش بهتر بود ولی. اون کفش هم هر کدوم دوستشی بردم. بکن یه کفش باشه. هر کدوم دوستشی بردم. دمپایی بردم کفش بردم. روش برند شباهنگی بخوری. کفش. کفش های شباهنگی. دمپایی هم میتونی بزنی. خودت هم باید میامدی میگفتی. آره. خب. خیلی کار تبلیغ میکنی؟ صدا و اینا؟ به هر حال کار من صداست. و صداست که میماند. و جذاب صدات. محبت شماست. درس پس میدیم استاد. چاکرم. فیلم و سریال هم همچنان میگیم. همه ی آنونس ها رو اکثرا از شبکه 3 یا شبکه 5 سیما رو من میگم. بعضی وقتا هم آنونس های تبلیغاتی هم تیزراش رو میخونم. دوست دارم این کار رو. بیشتر از هر کار دیگه ای آنونس و تیزر خونی رو دوست دارم. تصور میکنم که بهم یه هیجانی میده. من دنبال اون هیجانم. دنبال اون اکتم کلن. آره. دخترتون الان چند سالشه ماشاءالله؟ 23 سالش. شک کردی؟ نه نه 25 سالش. خب داشتم محاسبه میکردم 77ه 3 سال و 2 سال 25 سالش. خدا حفظش کنه. قربونتون برم. آبان 77. خدا بهش سلام میکنم. 19 آبان. به مامانشم گفتم. به مامانشم گفتم صبر کن 20 آبان بشه. بشه 20 آبان. گفت نه دیگه. به مامانش گفتم صبر کن بذار 20 آبان بشه. آره. صبر نکرد. مگه صبر کردنی؟ میتونه صبر کنه ولی دیگه صبر عزیزم. چه خصوصیتی رو دخترت ازت به ارث برده که دوست نداشتی ببره؟ دوست ندارم ببره. الان چیزی برده ازت؟ نبرده ولی دوست ندارم عجله و اون عجله رو از من ببره. من خیلی عجولم. اون عجله رو نمیخوام که خوشبختانه نداره. تو زندگی واقعیت هم عجولی؟ واقعی عجولم. آره. یاقی عجول. بیپروا. بیپروا. آفرین. مردی بیپروا. عجول یاقی بیپروا. عجول یاقی بیپروا. این ایرادای منه در اصل به نظر خودم. سه تا الان ایراداتو گفتی. عجول یاقی بیپروا. البته که یه جاهای خوبه بیپروا بودن. یه جاهای حتی عجول بودن هم خوبه. ولی از نظر تو الان خوب نیست. میگی خوب نیست. من خودم میخوام سه تا خوبی تو بگو حالا. خوبی؟ سه تا خوبی تو. من خوبی رو باید مردم متوجه شد. نه نه خودت شخصی واقعا زیادی مهربونم. مهربون؟ خیلی زیاد. زیادی خوبیه دیگه. بیپروام خوبیه. بیپروایی خوب میدونم اینا. هم خوب میدونم هم بردونم. بیپروا بودن. نه اینکه حالا بگم خوبه ولی خب آدم نباید خودسانسوری کنه. باید حرفتو بزن. بگو. خوبی دیگه نمیدونم دیگه واقعا از خانم هم بپرسی. میخوای زنگ بزنم بپرسی؟ آره میتونستم زنگ میزدم. میتونه من میگم باشتم خودم نمیتونم خوبی خودم بگم. من فقط مهربونم به نظرم. بس سلام نامه تمام. زبدر سهش کن. میشه سه تا دیگه
مهربون 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 جدی موبایلت پیشت نیست؟ نه گناه داره اون الان تاثیر سه تا خوبی تو بگه میترسی؟ نه اولا مطمئنم اگه بخوای این کارو میکنم میخوام واقعا دوست دارم سه تا خوبی تو همسرت بگی راست میگی همسر آدم با آدم زندگی میکنه بهتر میتونه بگی تا خدا درسته ما اشتباه کردیم سلام عشقم سلام خوبی آره قربون برم ما الان حامد خیلی سلام برسونید بگید وسط برنامه هستید وسط آره حامد همینجوری از من سوال کرد که خوبیات چیه بودم من که خودم خوبیو نمیتونم بگم از خانم بپرسید الان شما صداتون روی ایره روی فضا من میتونم از ادب بله گوشی دستت باشه عادت دارم صدا رو ایره این قضیه رو عادت داره که صدام همیشه رو ایره سلام علیکم مخلصم خوبی سلامتی خیلی مخلصم مشتاق دیدار من مزاحمتون شدم من نمیخواستم مزاحم شم از بهمن جان پرسیدم سه تا خوبیشو بگه گفت باید از خانومم بپرسی سه تا حسن بهمن جان هاشمی رو بی زحمت به ما بگی بزرگترینش خب مهربون بودنشه مهربون حمایتگره آره خیلی بسیار هم تو محیط خانواده هم بیرون محل کارش بله مهربونیشه و طبعا دلسوزی و این دفت دلوازیشم که برای من خوبه خسیس که نیست نه خدا رو شکر یه دونه بعدیش هم به ما بگید تو گوش نکن بابا جا اینو گوش نکن نه بهتم گفتم خیلی عجوله آها گفت اینو خودش گفت خیلی عجوله آره بله پرشتاب عجول میخوام زود تمومشو بریم آره عشق دیگه همه آدم ها یه سری خوبی دارن یه سری اخلاق بله خیلی متشکرم انشالله 100 سال در کنار هم باشید سایتون بالا سر دختر گلتون باشه ممنونم مزاحمتون شدم الان مهمونای عزیزمون تشویق میکنن صداشونو بشنوید خیلی ممنونم خدا نگهدار خدا آقا مخلصم خیلی متشکرم چه بامزم ببخشید الان من اشکال نداره بگم چه جوری سیف کردید همسرتونو بگو خانم الان یه لحظه دیدم اسخای بود بعد درست خانم یعنی اگه یه هر کسی ولی همونا رو گفت هر کسی سرش انداخت تو گوش من دید بدونه که خانم ولی این کاملا بداهه تماس گرفتیم با همسرت و چقدر نزدیک گفتی عجولو گفت اون برام خوبیاتو گفته که مهربونی دست و دلبازی حمایتگری دمت گرم دمت گرم خیلی ممنونم اومدی پیش ما قربونت برم بهمن خیلی ممنون از شما دعوت ما رو قبول کردی اینقدر پر انرژی محبت شما اجراهاتو میبینیم کیف میکنیم دست پس میدم چاکرم ما کوچیک شماییم ما چه به لحاظ سنی چه به لحاظ سابقه کاری کوچیکتیم ازت یاد میگیریم و اینقدر پر انرژی این انرژی رو پرتاب میکنی به سمت بیننده دمت گرم قربونت برم خدا به توان بده اگه صحبتی برای پایان داری ما سراپا گوشیم همیشه گفتم باز یعنی همه اگه برنامه‌های من دیده باشن شعار من همیشه این بوده دوستتون دارم شدید به مدت مدید شک نکن هاشمی رو ترک نکن تا خدا هست مشکلی نیست چشم هم بزنی هاشمی نیست بیا چرا رم گفتم استاد خروج های نامنظم دیگه حداقل با برنامه ما این کار رو نمی کردی برو بریم من حمدی هستم حمدی؟ بله اسم کوچیکتون؟ حمید حمدی به بچه با مزه اچ ان اچ بله اوکی. حمید جان حمدی عزیز بله. این آهنگی که الان جلوتون رو ارو بخونید اصلا سخت نگیرید حتی اگر نشنیده باشید ما دوست داریم مدل خوندن شما رو بشنویم ما اولین بار اولین بارم هست پس بله. من درست گفتم بدبخت شدیم اشکال نداره
باداباد. هر موقع به شما اشاره کردم شما از اینجا شروع کنید با صدای بلند میکروفون نزدیک بخونید. دو بزرگوار عزیزم ببخشید من پشتم به شماست، در خدمت شما خواهم بود در دقایق دیگه. بفرمایید، اجازه بدید. تاب و تاب تو هم، خانه خراب تو هم، من و من دیوانه عاشق، ای تو سر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو و جان یه عشق من، عاشقم تا ابد دور شود، چه شود از تو و دنیای من و تو. ای ماه الهی، ای ماه الهی، فقط کم نشود سایت، از شب و روز من و تو، سوگند به لبخند تو، دل من و بند تو، ای مهر ماه ما، تو جان بخواه ای تو همه خواستم، تو بی تو آرامشم ای مهر ماه من، تو جان بخواه سوگند به لبخند تو، دل منو بند تو، ای مهر من، ای ماه من، تو جان بخواه، ای تو همیشه خواهشم، توی آرامشم ای مهر، مهر ماه تو جان بخواه. اسکا دیگه عالی باشم خوندی ها، تحریراتو انقدر دوست داشتم، وای انقدر رو ریت خوندی من تاب تاب تو هم، آنگاه که خانه خراب تو هم. این که نخوندی که من اولشو میخونم، میکروفون تا دادم بهت برو. آقا شما این من، نه این من من در تب و تاب تو هم، خانه خراب تو هم، من دیوانه عاشق، من در تاب تو هم، خانه خراب تو هم، من دیوانه عاشق. آفرین، داری میخونی؟ آره. ای تو سر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو و جان یه عاشق من، من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دنیای من. ای ماه الهی فقط کم نشود سایت از شب و روز من و تو، سوگند به لبخند تو دل من و پند تو، ای مهر ماه تو، جان بخوام ای تو همه خواهشم، ببخشید. سوگند به لبخند تو، دل من بند تو، ای مهر و ما، تو جان بخواه، سوگند به لبخند تو، دل من بند تو، ای مهر و ما، تو جان بخواه، تو جان
افتخار خودتون. باری چلا به به عالی بودید. من به نظرم شما اولید امشه. ما مخلص شد. خودتون رو معرفی کنید. من اکبر اسماعیل بگی هستم. آقا اکبر خیلی مخلصم. قربونت برم. خواستم آقا حامد آهنگی. جون دلم. خواستم پیشاپیش از شما همکاران دان و اونه که پشت سنه تشکر قدانی کنم. فدات بشم. که یک لحظات شیرینی برای مردم موجود آورد. قربونت. تشکر لکنم. نه بده خانده نیستم. اشکال ندارم. همه چون که قبلی رو دیدید؟ قبلی رو دیدید؟ دیدم ولی خوانه تاثیر نگیری ازش. نه ایشون سبک خودشو داره. چشم. این میکروفون خدمت شما. هر موقع بهت اشاره کردم همینو از رو بخون. میکروفون نزدیک که ما صدات هم بشنویم. قربونت برم. بفرمایید. تو رو هر شرطی فرق نکنه با حرفهاش عزیزم راحت باش اگر بود عوضش بشه با من جاش. اونا دارن اشتباه میزنن. گفتم خودت بگو. از خودت بگو. خودت بگو مگه ممکنه به غیر از من یا آدمی باشه درسته این خودت باشه. آفر. درسته این خودت عاشق باری کنم. آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شیدا میکنم. آره قوقا میکنم تو فقط باش این حس عشق نه هوسه تا وقتی که باشه نوحس. آفرین. دیگه از هیچ چیز نترس. شهر. تو فقط باش. آره تو رو پیدا میکنم این شهر شیدا میکنم. شیدا میکنم. آره قوقا میکنم تو فقط باش این حس عشق نه هوس تا وقتی که باشه نفس. دیگه از هیچ چیز نترس تو فقط با من باش. باری کرده خوشحال شدم. عالی بود. قربونت برم. که تو هر شرایطی خیلی خوش اومدید. منم خوشحالم که در جوار شما امشب هستم. یه جوری منو داری نگاه میکنی. این مرام قربان بره. قربونت برم. جان قربان. خودت رو معرفی کن. من محمود جدیدی هستم. آقا محمود جدیدی. محمود جدیدی. محمود جدیدی. بله قربان. عرض کردم. آقا محمود. جان دلم. چی بکنم بره؟ جا؟ چی بکنم؟ این برای خوندنه. نمیخوام بکنم. همینجوری همینجوری ارنو ببین بخون. مگه یه جوری میگی نمیتونم؟ انگار این دوتا تونستن. اصلا اینجا هیچکی نمیتونه بخونه. هر چهارتاییمون. ولی داریم تلاشمونو میکنیم. همینجوری ارنو بخون هر جور دوست داری. اجازه هست؟ بچه ها بزنید دیگه. ای
کی؟ مذارم قرص کردم اشتباه کردم کی؟ بازی مکن آمد اینجا منو چرا نگاه میکنی همه؟ مونتو رو نگاه کن ای بابا خوب چیزی ها؟ همچون به من نظار تقدر بدن آمده بدن چیه؟ تقدر بدن 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 چی گفت؟ بده تغییر بعده بعده تغییر بعده نظر تغییرت بدن چی کار داری میکنی؟ تغییر بعدم بعدم تغییر بگو نظر تغییرت بدن این آدم ها نظر تغییرت بدن این آدم های بد آفرین تو چشم من چی؟ تو چشمم نباش تو چشم نباش اصلا که چش نخوره بگو تو چش نباش اصلا بله هر جو سلام خسته شدی بگو خسته شدی بگو خسته شدی؟ آره خسته محاصره شدم قطع کنید معذرت میخوام افتادی؟ نه من فاصله داشت نه من از شما معذرت خواهش میدم عالی بود یه ترس بزرگ بار خیلی زحمت بود خیلی خوشحال شد خیلی زیبا رنگ زیاد. صدا جنس صداتون رو خیلی دوست داشتم شما رو دیدی خیلی زیاد خوشحال شدین از خیلی کوچیک شما من بغل ایشون بستید قربون شما یعنی سمتتون میام تا من نگیرید ول نمیکنه شما این بار تشریف داشته باش یه جوری بیتابی احساس میکنم برا دیدم خوش از خوشحالی نمیدونم نه واقعا نه کار خاصی نکن نه چیکار میخوای بکنی مثلا نه میگم یعنی خیلی خوب شما دو عزیز بیاید جلو فاصله ما رعایت شه با کی تشریف آوردی چون با عروسان خانم تو کجا هستن مرده آخ خدا میبینم خدا رحمتشون کنه خدا رحمت عروسا تشریف آوردی؟ بله بله با پسرهای گلت؟ نه عروسم و نوا عروسا نه خدا برات نگی چند تا نوه داری؟ شش تا ماشاءالله ماشاءالله 120 سال سایه برسر قربونه تو برم من زنده بشی جام جام من چیزی نگفتم نه گفتم مگه چیز خواست من در خدمت هستم من نمیخوام خدمت از ماست قربونت برم فدات بشم چند سال همسر فوت شده؟ چهار سال چهار ساله همه رو یه جا میخوای با من ایشالا همیشه سلامت باشی این مرم قربان برای جان قربونت خیس عرقم خدای تو عمرم اقدر استرس نداشته قربونتون برم سینه تو تماشا کنید با عروسا با نوه ها با بچه ها سریال فیلم دور هم بچه ها کارتون ببینن شباهنگی ببین قسمتی که خودت افتخار دادی اومدی ببین انشاءالله همیشه بخندی شاد باشی محبت داری شما قربونت برم من دوست خیلی خوشحال شدم امشب در جواب شما یا اول فاس قربونت برم منم خوشحال شدم شما رو قربونت برم خیلی بزرگوار ببین اصلا هیچی نمیگم خیلی مخلصم خیلی متشکرم خدا بهتون عمر رو با عزت بده براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم اجازه میدید ببوسم بله ببوسم فقط بوسه همه یه بوسه بده خاطر 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 خاطر
خدا منو به شما دوباره داد. شوخی میکنم. دوستتون دارم، ممنونم. خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم. یک بار دیگه حامی مالی رو خدمتتون عرض کنم. اوکالا رو دیگه میشناسید. هر موقع دوست داشتید خرید کنید، دیگه نرید توی ترافیک و سرما یا گرما یا شلوغی یا دود و دم یا فلان یا بنزین ندارم یا حوصله ندارم خستم. گوشی سری اوکالا تا 30 دقیقه محصولاتو به دستتون میرسونن، هزینه ارسال نمیگیرن، تخفیفات ویژه هم داره. اوکالا رو فراموش نکنید. خیلی متشکرم از تک تکتون که اینقدر باحالید، اینقدر با انرژی بودید و بنده حقیر افتخار داشتم در خدمتتون باشم. کمی و کاسیر به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم که بتونیم با شباهنگی دیگه با افتخار در خدمتتون باشیم. دوستتون دارم. یا علی ملت، خدا نگهدار.